چرا وقتی قهوه درست میکنم بعدش کلی آب میمونه توی سبد پرتفید؟ سلام، من عرفان بهشتی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد این موضوع بهتون پاسخ بدم. این سوال رو خیلی میپرسید و من هم دائما اینو دارم بهتون میگم که برید توی فلان ویدیو ببینید، کامل در موردش توضیح دادم، ولی خب بعضی از دوستان حوصله مراجعه به یه تعدادی از ویدیوها رو ندارم متاسفانه و امروز تصمیم دارم در این ویدیو کامل تشریحش کنم و یک بار برای همیشه دیگه این بحث تموم بشه. رفقا، دلیل این اتفاق رو من در 4 دسته قرار دادم که مورد آخر که از همه مهمتر هم هست رو در مرحله آخر، یعنی در دسته آخر بهتون میگم، چون که اگه اون 3 مورد اول رو انجام دادید و دلیلش مورد 4مون، عملا میشه گفت که دیگه کاری از دستتون بر نمیاد. امیدوارم با 3 مورد اول کارتون حل بشه و مورد 4 مشکل شما نباشه. بررسی دلایل رو شروع بکنم. دلیل اول زیاد بودن وزن قهوه‌ای هست که داخل پورتافیلتر وجود داره. وقتی وزن قهوه زیاد باشه، اون حجم زیاد قهوه باعث میشه که این آب به طور کامل و به راحتی از کیک قهوه عبور نکنه و خب ضمن اینکه حالا یک اسارگیری شاید ما اوور داشته باشیم، باعث این میشه که بعد از پایان اسارگیری و وقتی که ما به اون میزان لازم از قهوه دست پیدا کردیم، وقتی پورتافیلتر رو باز میکنیم میبینیم که آب توی سبد باقی مونده و خب این یکی از دلایلیه که با توجه کردن بهش میتونید مشکلتون رو حل بکنید. همونطوری که توی ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم، اگر اینجا الان شما یه دونه ترازو داشته باشید، میتونید بیاین و این میزان لازم قهوه‌ای که باید داخل سبد بریزید و به هد گروپ ببندینش رو به دست بیارید. وقتی در واقع ترازو ندارید، میاین از یک میزان قهوه چشمی استفاده میکنید و خب اغلب این چشمی ها اشتباه در میاد. خیلی خیلی در موارد زیادی دیده شده که بزرگترین اساتید در تمام زمینه ها کماکان دارن از ترازو استفاده میکنن. دلیل دوم که به نظر میاد باعث این اتفاق میشه اینه که وقتی میخواین قهوه رو داخل پورتافیلتر، سبد پورتافیلتر فشرده بکنید، این کار رو زیاد انجام میدید. این کار ضمن این که باعث این میشه قهوه شما اوور بشه یا اصطلاحا هم بسوزه، همینطور باعث این هم میشه که باز آب نتونه به راحتی از این کیک قهوه عبور بکنه و عبور نکردن آب از کیک به طور صحیح باعث این میشه که وقتی اونو باز کردیم بمونه و این داستان رو دیگه هی نگه. دلیل سوم ریز بودن درجه آسیاب قهوه است که باز هم این باعث این میشه که آب از قهوه به طور کامل و راحت عبور نکنه و این ریز بودن عامل سوخته شدن قهوه شما هم میشه. خیلی تاکید کردم، یه بار دیگه هم تاکید میکنم، یه دونه آسیاب کنار دستگاه اسپرسو سازتون بگیرید که نه تنها بهتون کمک میکنه که قهوه خوبی داشته باشیم، همینطور بهتون کمک هم میکنه که قهوه های دیگر رو هم بتونید آماده بکنید. و وقتی درجه آسیاب زیاد ریز باشه بچه ها، این اتفاق باز پیش میاد که باز نمیگمش بی خودتون. و اما دلیل 4 که خب به نظر من از بقیه دلیل ها هم مهمتره و من توی ویدیوی راهنمای خرید دستگاه اسپرسو ساز بهتون تاکید کردم، ببینید سبد های پورتافیلتر به 2 دسته کلی پرشایزد و نان پرشایزد، یعنی تحت فشار و بدون فشار تقسیم میشه. اما اون دسته پر فشار داره یه دونه یا 3 تا یا 4 تا نهایتا سوراخ هستن که وقتی این اساره داره گرفته میشه، برای اینکه حساسیت ها رو در مورد درجه آسیاب از بین ببره و به کاربر خونگی یک قهوه با کرمای زیاد بده، میان از این نوع سبد ها استفاده میکنن. در واقع خودشون میان فشار رو ایجاد میکنن و این فشار زیاد باعث به وجود اومدن کرما میشه. همین اتفاق باعث میشه که ضمن اینکه ما یک تاخیر در اساره گیری داشته باشیم، این یک عامل بسیار بسیار تاثیرگذاره که اون آب داخل سبد میمونه. شاید بپرسید خب چاره چیه؟ یعنی برم سبدم رو عوض بکنم یا چی؟ به نظر من حساسیت رو توی این مورد کنار بذارید. 3 عامل اول که بهتون گفتم رو بهش توجه بکنید، روش کار بکنید. اگر دیدید با تغییر در اون 3 عامل باز هم این اتفاق براتون افتاد، دیگه زیاد نگران نباشید. این برای شما هست، برای من هست و برای تمام کسایی که دارن از این سیستم استفاده میکنن هست. پس جای نگرانی نیست و
قهوه رو آماده کنید، میل کنید، لذت ببرید، نوش جانتون. و یادتون باشه که مواردی که توی ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم رو رعایت بکنید. من حالا در انتهای این ویدیوهایی که برای اینکه شما بتونید یه قهوه بهتر داشته باشید رو هم بهتون معرفی میکنم. اون ویدیوها رو ببینید دیگه انشالله کارتون راه افتاده و دیگه جای نگرانی وجود نداره. دوستانه خوب من، باید داخل این سبد رو قهوه بریزیم و این به چه ترتیب اتفاق میفته که حالا من این قهوه آسیاب شده رو با یه دونه قاشق داخل این سبد میریزمش. نباید خیلی پرش بکنید، باید به میزانی باشه که یه خورده سطحش پایین تر باشه. این کفایت میکنه. ببینید این رو من الان روی این میذارمش. به این حالت اگر که توجه بکنید میبینید که ما الان در این یک شیب رو داریم، یعنی الان یه حالت این چنینی. این شیب بچه ها چیزی نیست که ما اصلا بهش نیاز داشته باشیم و کاملا یک عامل خراب کننده قهوه شماست. لیبلر نداریم و خب باید با خود این ترتیب بدیم. به صورت کاملا چشمی تلاش میکنم که این شیب رو از بین ببرم و موضوعی دیگه که اهمیت داره، یک فشار نه خیلی زیاد و نه خیلی کم ایجاد میکنم. موضوع بعدی که لطفا بهش توجه داشته باشین، این رو اینجوری دور تا دورش بگردونید تا اطرافش هم بسته بشه و همونطوری که دارید میبینید قهوه ما کیکمون نسبتا آماده است. با قرار دادن این فنجون روی این سطح باعث میشه که این گرم بشه و این گرما وقتی ما عصاره‌گیری رو داخلش انجام میدیم کاهش دما باعث این نمیشه که کیفیتمون افت کنه. یا کار دیگه‌ای که در مورد قهوه با مکافات هم خدمتتون عرض کردم، با استفاده از مقداری آب گرم فنجونمون رو مقداری داغ کنیم، گرمش کنیم تا عصاره‌مون که داخلش می‌ریزیم کیفیتش افت پیدا نکنه. کار اولی که باید انجام بدیم همونطوری که خدمتتون عرض کردم، این چراغ باید سبز بشه که خب الان سبزیش رو از دست داده و بعد منتظر بمونیم تا مجددا سبز بشه. حالا سبز شد، یک ثانیه این دکمه رو، دکمه عصاره‌گیری قهوه رو می‌زنم تا اصطلاحاً فرش بشه. این دسته یا اون پورتافیلتر رو اینجا قرار میدم و از ساعت حدوداً 8 به ساعت 6 منتقلش میکنم. حالا این فنجون رو زیر این دسته قرارش میدم و دکمه عصاره‌گیری رو میزنم. قهوه ما آماده است. و خاموشش میکنم. قهوه اسپرسو شما آماده است و همونطوری که دارید میبینید، البته خب الان خاطر شرایط فیلم برای یه خورده حجم کرماش از اون چیزی که باید میبود پایین تر اومد، اما این دقیقا اون چیزیه که شما بهش احتیاج دارید.